السلام علیکم شاگردان عزیز و نازنینم، چطور هستین؟ خوب هستیم. شکر خدا که خوب هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکای نازنین، سلام احترام خدمتتان تقدیم میکنم. من سلام تقدیم میکنم. من بی بی آر وی و بی بی اس تی صنفیگکایتان برتان سلام میگم. برنامه صنف ماست، صنف ما و شما، که بخیر لایق میشیم، روز به روز درس‌ها را میخوانیم، بسیار آدمکای خوب میشیم که با وطن خودم خدمت کنیم، با مردم خودم، با دین خودم، و خداوندم هر روز شما را ثواب میده. بسیار دیگه از درس خواندنتان خداوندم خوش میشه، پدر مادرتانم خوش میشه، ما هم خوش میشم. اما تو بخیر، روز به روز ما و شما پیشرفت میکنیم. اینجا توفگکایتان نگاه کردیم، باز یکم روز بین میمان برنامه شوین که توفایتان براتون بتم. ما در درس سوم جیم و هی و خی و چی را خوانده بودیم. اینی عرفکای تو است آروی جان که باز توی اوی نام خدا، نام خدا، بی بی استی جیم رسم کرده. آفرین دخترم، آفرین شاگرد گلم. اینی هم توفه برده، عرفکای تون اینا را بگیرین، چای تان در پشت کتاب چای تان بچسبانیم. باز امروز چارم میزان 14/1 هجری شمسی است و درس چارم ما است. پیش از اینکه درس چهارم بخونیم، درس سوم یک مرور میکنیم که خوب به یادتان بانه. باز بخیری درس که مرور کردیم، ما شما میبردازیم به درس چهارم خود. خب شاگردکای نازنین ما، اول شروع را به بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم. خیلی ببینین شما، خب در صنف ما فعلا دری و ریاضی و دینیات و پشتو و رسم و خط و قصه و حفظ و ادبیات و ورزش داریم. باز بخیر خط خواندن که یاد گرفتیم، انگلیسی را هم شروع میکنیم. در مضمون دری ما و شما چی را خوانده بودیم شاگردان گرامی؟ جیم چه خه، جیم چه خه. یک صفحه نشتام کردین؟ آی خیر ببینین، آفرین آفرین. باز یک دفعه که تا می آخر الف بار خواندیم، از سر باز مقت از اینا درس داریم. در کلمات باز براتان میگم، انواع مختلف هر حرفه میگم که شما باز بیخی امرایش آشنا شوین. در پشتو ما همی حرفا را داشتیم. خب پشتو فقط 8 حرف داره که در اینجا نداریم، صحیح است دیگه. کلش این همین چیزات تکرار است دیگه. خلاص شاگردکای مقبول ما که اونا را ما و شما روز به روز یاد گرفته میریم. خب گوش کنین، اینه در مضمون پشتو ما و شما داشتیم که ای چی بود؟ داد سوا الف، داد سوا دا پی، دا دا تی پندک دار در تی پندک دار کست ایت زبان دار میخوره دقیقه سه که پی متوجه شدین. این پندکی از این دقیقه تاو خوردن زبان نشان میده. در حالت آدی تی میگیم تی تی، در پندک دار زبان خود تاو میدیم تی فهمیدین. دا تی ده دا دا جیم ده دا دا هی ده دا سی ده سی دا سی ده. یا میرم صدای چی را داره؟ سی را داره. او دا زیده، این صدای زی را داره. اینمی سایکوینی یک حرف خاص پشتوست، این دیگه حرف خاص شست، این دیگه حرف خاص پشتوست. باز دیگایش هم بخیر ما و شما یاد میگیریم. خب در مضمون ورزش، این فواید ورزش باز از تیج آروی جان بگو. فایده چی فایده داره ورزش؟ فایده داره، عمر ما زیاد میباشه، در سر زود یاد میگیریم، صحتمند میباشیم و مقبول میباشیم. تشکر. به تیکار از تیج جان هم بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. ورزش چی فایده داره دخترم؟ فایده داره که درس ما زود یاد بگیریم، قوی میشیم، قد ما بلند میشه، مقبول میشیم. مقبول. آفرین، تشکر. ثواب هم میبریم. براتان یکی ریسپان بازی را گفتیم یاد بگیرین. هر وقت ریسپان بازی را بخیر یاد گرفتین، جایزه از شما هم شاگردای نازنین ریسپان بازی را تمرین کنین. خب در مضمون ادبیات آداب خواب شدن گفته بودیم. بگو بی بی آروی جان آداب خواب شدن. باید در وقت خواب بشیم، باید دبستر خود خواب کنیم، یا اگه اتاق جدا داریم در اتاق خود خواب کنیم. اگر اتاق جدا نداریم دبستر مادر مادر خواب نشیم، دبستر خود خواب شدیم. باید پیش از اینکه خواب شدیم باید بریم تشناب.
بارزی که خانواده یک جای نان بخوریم، بارزی که نان خوریم زود خواه نشیم، که غذا یک زرازم شود، یک شب بخیری هم بگوییم، یک مطالعه هم شب وقت خوب مطالعه است. تلویزیون زیاد ببینیم؟ کم ببینیم. دقیقی که شب دندانای خدا برس کنیم، شب دندانای خدا برس کنیم. بگو بی بی از سی جان آداب خواب شدنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. وادا به خواب شدن چی رقم خواب شدیم باید؟ وادا به خواب شدن باید این طرف خواب شدیم باید با بغل راست خواب شدیم؟ آیا در بستر پدر مادر خود خواب شدیم؟ نه، در بستر خود خواب شدیم. آفرین. و تلویزیون زیاد بینیم شو؟ کم کم ببینیم. آفرین. خیر ببینیم. دندان خودم شو برس کنیم یا نکنیم؟ بکنیم. دندان خودم برس کنیم. خیر ببینیم. خیر ببینیم. آفرین. شما بسیار لایق لایق هستید. در مضمون ریاضی یک تا نور خوانده بودیم، سعیست یک تا نور خوانده بودیم که یاد گرفتین، امروز هم تکرار داریم، باز بخیر اما تو پیش میریم. سعی است. ای اف بود، ای اشت بود، ای نو بود. خیر ببینین. در مضمون دینیات ما و شما یک کلمه خدا یاد گرفته بودیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله چاریار پیامبر یاد گرفتین. بگو بی بی آر وی جان مایک اکتان بگی. ابوبکر صدیق، آفرین، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر. تو بتی هستی جان مرام. آفرین شاگرد لایقم. چاریار پیامبر نام بگی. اولش ابوبکر صدیق. در سایت تکرار نکدی از پیشت مانده. فاروق، آفرین، عثمان غنی، علی حیدر. آفرین. از پیشت مانده ای در سکتا، باز امروز که رفتی یاد بگیری. صحیح است. خب مضمون حفظه چون باز بخیر ما و شما میخوانیم، من یک دفعه برتان مرور میکنم. استاد مهربانم، ای دوست طرز جانم، باشم به خدمتی تو تا زنده در جهانم، با لطف و مهربانی، با صد شیرین زبانی، الفاظ دلکش بنهادی در دهانم، از راه دین یزدان، از احمد و ز قرآن، درسی که دادی بر من با ذوق دل بخوانم، تاریک بود دماغم، خاموش بود چراغم، از نور دانشی تو روشن شده روانم. شاباسی را باز تکرار میکنیم. در مضمون رسم هم ستاره را در یک رسم یاد گرفته بودیم. آفرین. در مضمون قصه قصی چی را گفته بودیم؟ قصه جواری. قصه جواری. تو بگو قصه جواری را. آفرین. بود نبود، یک جواری در بود. این که یک تا جواری بودی رفته در جواری دیگه خدا بود کنه چی؟ که باز روی یک خودم ششته؟ روی یک خودم ششته. در محفل هم که رفته باز خدا؟ در محفل هم خبر شده خدا رنگ رنگ فشن کرده، بازی بچه اگر کاماده که جواری ما رو دوستی کنه، بازی گفته تو ما رو نمیتونی دوستی کنی. باز این رفته پخته شده، باز جواری جوشک، این رقم پخته شده، باز نان جواری شده، باز روغن شده، باز پلابیریان شده. تو بتی هستی جان از جواری چی چی جور میشه هستی جان؟ اگه فامیلی از جواری چی چی جور میشه؟ پلا جور میشه. روغن جور میشه. نان جواری جور میشه. و جواری جوشک جور میشه. آفرین. خیر ببینی. خب شاگردای نازنینم، درس چهارم ماست. درس چندم؟ چهارم. اوی نام خدا. بازم اول چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا. خب اول مضمون دری داریم. مضمون چی؟ دری. آفرین. نوبت دال و زال است. دال و زال. فهمیده شد؟ دال و زال. میگست دیگه که نو در مکتب شامل میکردن، معلم گفت که ایره در صنف دال ببرین. میگستی گفته بود نه معلم صاحب، مرا در صنف کچولو ببرین، در خانه زیاد دال میخوریم. آفرین استی جان. صنف دال خوش داری یا کچولو را؟ کچولو. خب
ای دال است، ای زال سعی بیشید که آفرین استی جان آروی جان. ای تفلک های نازنین بسیار با حوصله هستن، ساعت ها منتظر میمانن که تا درس ما خداوند شما رو دگام حوصله بده. شاگرد ها با حوصله باشین، با حوصله که باشین که زود خسته نشین، شما بسیار در زندگی موفق میشین. کس گفت خسته شدی؟ بگو نیم هیچ خسته نمیشم. ای چی است؟ دال. ای چی است؟ زال. ای چی است؟ دال. ای چی است؟ زال. آفرین. ای چی است اگه فهمیدین؟ دال. دال، دال مثل دسکش هست، باز میخوانیم دال. فهمیده شد؟ ای چی است؟ دال. دال هستم مثل مرغک. خب؟ ای چی است؟ دال. دال هستم. ای چی است؟ دال درخت است. آفرین. ای چی است اگه فهمیدی؟ دال. زال است. زال این جواری هم است که زربین دیده. خواه یک زربین هم باز بر شما میخرم. ای اگه فهمیدین چی؟ دال. زال است. آفرین. ای چی است؟ زال. زال است. زال موشک است. ای چی است؟ زال. زال است. ای چی است؟ زال. زال سرخ مقبول است. نداری مشکل؟ نه. آفرین دال و زال. خب در اینجا استی جان بگیم مایی که دست پشت مر حرف تکرار کن. ای چی است؟ الف. ای چی است؟ بی. ای چی است؟ ده. ای الف بی 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 تی تی سی جی چی ای خی دال زال. تشکر، خیلی ببینید. آفرین آفرین آفرین. خود خب در این مشکل نداریم. نه. دال و زال هم و شما خواندیم، یک نشته شام بین بکنین. خب نشته دال و زال هم و شما داشته باشیم که خوب نام خدا دگمتو لایق شوین. شما چی شوین؟ لایق شوین. خب ما هم یک دفعه براتون نشته میکنم، باز شما هم نشته کنین، درست است؟ خب شاگردای نازنینم سعی کنین از یک خط شروع میکنین تا دیگه خط. سعی است؟ این مثل قلم مشق هم هست. خب باز زال هم خب مثل دال است، یک نقطه زیاد داره. زال مثل دال است، یک نقطه زیاد داره. متوجه هستین؟ بیا بی بیار بی بیا نشته. آفرین نشته کن. اوه این نام خدا، ای چقدر دالای مقبول مقبول. تو یک خوشنویس میشی، خوشنویس بسیار مقبول. آفرین. اوی نام خدا، اوی تشکر دختر گل من، شاگرد لایقم. بیا بی بیاری استی جان. بی بی استی، بی بی استی گک من نشتک. آفرین. آه 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 نام خدا، نام خدا بشک بسیار مقبول استی که از بسیار سرعتش نام خدا زیاد است. تشکر استی جان. آفرین دختر قندل، آفرین شاگرد لایقم. فقط سعی که یک کار کو. خو این سعی که آروی چی کرد؟ یعنی دو خط تعقیب کرد. خو بین دو خط حرکت کرد. سعی است من بین دو خط حرکت کردم، تو هم خوب بودی. خو یک کمک اینجا پیش پایین آمد. ایرام در کتاب چید باز متوجه باش که خوب راست نشته شود. نداریم تا اینجا مشکل؟ نه. اوی نام خدا، شما خوب بسیار شاگردای نابغی هستین. شاگردای چی هستین؟ نابغه. نابغه منایشی که لایق. میایم سر پشتو، درست است؟ داد پشتو مضمون ده، این مضمون پشتو اوست. ده پختو مضمون ده، مضمون پشتو است. داسده؟ داسده؟ پیده. داسده؟ پیده. داسته ده؟ داسته ده؟ نه، تی پندک دار دیگه نمیم. تی ده، تی، تی. زبان تانه کمی تاوته. تی، تی. متوجه شدیم؟ تی ده. دا، سی ده. دا، 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 سی، سی ده، سی. اینمی سی وار یادتان باشه. وام سی نقطه داریم. دام داری نقطه لری؟ دام. سی ده. دا، زی ده. دا، دال ده. داد. آفرین. دال پندک دار است. مویت میگیم سعی دال. 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 زبان خود تاو میتیم. دال. زبان آفرین زبان. آه نفهمیدین. دال. 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 خلاص. ای زالش
ایج زال مانده، صحیح است ایج جدول زال مانده، صحیح شد انشالله. فهمیدیم دیگه؟ خیر ببینین، در اینجا مشکل نداریم. این پشتو را ما و شما فهمیدیم. نام خدا. وظیفه خانگی تان چی که یک صفحه دال و زال و دال پندکدار نشته میکنین، صحیح است؟ و اگه تانستین یک تا باز یا مشق کلان نشته کنین در یک صفحه یا ببرین یک تا در کاغذ، صحیح شد؟ این کار خانگیتان شما هم شاگردکای نازنینم. میرسیم سر مضمون ورزش ما و شما. دری و پشتوی ما امروز بسیار آسانک بود، دال و زال و دال پندکدار، دال، صحیح است؟ خب در مضمون ورزش گفتیم ورزش صحت ما را جور میکنه، ورزش قوی میسازی ما را، ورزش عمر ما را طولانی میکنه، ورزش لایق میکنه، مغز فعال میشه که ورزش میکنیم. متوجه شدید؟ آفرین شما. دیگه امروز خواهیت یک کار میکنیم. اصل ورزش صبحکی میباشه. چی وقت؟ صبحکی. مخصوصا ما صبحکی نمیباشه، ولی ورزش صبح صبح بیدار شدین ورزش کنین، صحیح است؟ عالی. بخاطر که باز ورزش کنین، یکی خوری اسپان بازی، یکی جای به جای حرکت کردن برتون گفته بودم، صحیح است؟ جانم استاد مریض پابلوجی را یاد گرفتیم. اوی نام خدا. کمی دیگه هم تمرین که باز خوب خوب شدی. اینجا که تمرین کردی باز برات جایزه تمیتو مافرید. قطع از دیگه کام یکا وقت کار که یاد بگیره. خب دیگه کاری که میکنین ای را یاد گرفتیم که راست استاده میشیم، ای دست خدا میاریم در این نوک پای خود، درست است؟ و ای دست خدا میاریم در این نوک پای خود، پنج پنج دفعه اردوش انجام میتیم. حال یک ورزش دیگه میکنیم. اینا تو عرصه ما دینمی چی میدویم، یکی دیگه خود گیرکان میکنیم، صحیح است؟ باز در مکتب شما بیخی در میدانی مکتبتان گیرکان کنین، کتسنفی هایتان خوب گیرکان کنین، بدوین تا چیزکار رو بانین دورک خورده برین که خوب ورزش فعال شد بدنکتان چی شد؟ فعال شد. شما هم شاگردهای نازنین درس بس است، بخیدین دیگه در وقت ورزشتان دیگه اگه خواستین دال و زال تکرار کنین در ورزشتان درسایتان رو دال زال دال زال دال زال دال زال دال زال، متوجه شدین انشاءالله؟ خب بیاین یک وقفه میگیریم دوستای نازنین، وقت ورزش است. بعد از ورزش باز بخیر من در خدمتتان هستم. دوباره خوش آمدین شاگردکای نازنین ما، طفلکای قندول، طفلکای درس خوان، طفلکای زحمتکش. خداوند شما را عمر طولانی بده، خداوند جان جور بده. مضمون ادبیات ما سر یک آداب دیگه براتون گپ میزنه. ما تا بالی آداب صنف یاد گرفتیم، آداب غذا خوردن، آداب خواب شدن. آداب دیگه که یاد میگیریم آداب بیدار شدن است، که صبح چی رقم بیدار شویم. خب اول وقت بیدار شویم، صبح ناوقت بیدار نشیم، درست است؟ باز بخیر که کلان شدین بیخی به نماز صبح بیدار شوین. خب حالیام ساعت 7 بجه باید شما بیدار شوین که تا بر مکتبتون خوب آماده شوین، یعنی از مکتبتون که یک ساعت وقت بیدار شوین. اگر مکتب 8 بجه است شما 7 بجه بیدار شوین، اگر 7 است 6 بجه بیدار شوین، صحیح است؟ که شما که وقت بیدار شوین کالایتون هم تیار میتونین، چایتون هم خورده میتونین، لباس کتاب مکتب بایک کل چیز چی میشه آماده میشه. استی جان نشته نکا اول چی کنیم دا وقت بیدار شیم؟ چی بگو؟ وقت بیدار شیم. دو زود بیدار شیم. چی مانا؟ اتنی که مادر ما نیم ساعت بگه بخی ما لوت نه کمی گفت بیدار جلد می جای خود بشینیم دیگه بیدار شیم، متوجه شدین؟ وقت بیدار شیم و زود از جای خود استاده شیم. بگو استاد باید صبحم دندانای خدا برس کنیم. آفرین، صبحم دندان خدا برس کنیم و صبح بخیری هم بگویم. خب پدر مادر خدا، خوار بیادر خدا بگویم صبحتان بخیر، صحیح است؟ که روزشان خوش باشه و تشناب هم بریم، صحیح است؟ که باز در مکتب زیاد تو ضرورت به تشناب رفتن نشه، فهمیدین؟ صبح که بیدار شدین وقت بیدار شین، زود بیدار شین، صبح بخیری بگوین برین تشناب، صحیح است؟ باز اونه روی تانم بشین، دندانای تانم برس کنین، درست است؟ باز کلان شدین نماز صبح تانم بخونین. باز ما و شما بخیر یاد میگیرین در مضمون دینیات ما که پنج وقت باید نماز بخونیم. شکر خدا را مدا کنین هر صبح خیستین، بگوین خدایا شکر. متوجه شدی؟ که خداوند باز ما را زنده کرده یک روز دیگه هم که کار کنیم، متوجه شدی؟ از اینجا شکر خدا را بگوییم و ورزش هم کنیم. صبح وقت ورزش است. خوبترین وقت ورزش چی وقت است؟ صبح است ورزش کنیم و با مادر ما در تیار کردن چایم
کمک کنیم. فامیدی هستی جان؟ باز بخیر، دیگه وقت براتون کار خانگی میتونم. چای دم کردن باید یاد بگیرین، تخم پختن یاد بگیرین، خمیر کردن یاد بگیرین، داش یاد بگیرین. صحیح سیاره کلش باز براتون میگم. و چای صبح خود بخوریم، چای صبح بخوریم. پنسل تتوبان هستی جان؟ اینه در وقت دیگه استاز آدم نشته نمی کنه، آداب اول سنف. خب تا که استاز نگفته چیز نشته نکن. چای صبح سر تا نمونده میز تکیه استی. اینم تو قوی باشه، مو شما قوی خیره. میفهم یک روز کل زحمت کشیدین، ولی آفرین شما خود دیگه قهرمانای مستین. چای صبح بخوریم. در دسترخوان که کلی که چای صبح خود بخوریم، گشنه مکتب نریم، خود آداب سنف هم گفته بودیم. لباس مکتب خود بپوشیم، کتابکای خود تیار کنیم و بریم طرف مکتب. خود فهمیدیم. یک دفعه من سر مرور میکنم، از شما بگین وقت بیدار شویم، وقت بیدار شویم، زود بیدار شویم، زود بیدار شویم، و صبح خیری بگوییم، صبح خیری بگوییم، کلان کشیدیم نماز صبح خود بخونیم، کلان کشیدیم نماز صبح خود بگوییم، تشناب میریم که صبح بیدار شدیم، تشناب میریم که صبح بیدار شدیم، روی دندان خود میشوییم، روی دندان خود میشوییم، ورزش میکنیم، ورزش میکنیم، با مادر خود کمک میکنیم، چای صبح میخوریم، چای صبح میخوریم، و لباس مکتب و کتاب مکتب خلاص دیگه آماده میکنیم و مکتب میریم. آفرین. ایره فهمیدین؟ دیگر روز از پیشتان پرسان میکنم. خیر ببینین، میایم سر مضمون ریاضی شاگردای نازنین ما. اگه فهمیدین امیجه چند تا ستاره است؟ صفر. ستاره نیست. آفرین. هیچ ستاره نیست که نباشه او رو میگیم صفر. متوجه شدین؟ صفر یعنی هیچ چیز نیست. خب این جگه فهمیدین چند ستاره است؟ یک. اینی یک دوست، اینه یک. اینجا چند ستاره است؟ دو ستاره است. این عدد دو نمو مناره میته. چند ستاره است؟ سه. اینه سه. اینی مناره میته، یعنی سه دانه از یک چیز وجود داره. صحیحست؟ چند ستاره است؟ چهار ستاره است. اینی عدد چهار است. نام خدا. اینجا چند ستاره است؟ پنج ستاره است. اینی پنج نمیمونه رو میتونم. مثلا میگیم پنج تا قلم، یعنی اینه تو پنج دانه قلم وجود داره. خب اینجا چند ستاره است؟ شش ستاره. یک دو سه چهار پنج شش. اینی عدد شش. اینجا چند ستاره است؟ هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اینجا چند ستاره است؟ هشت. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. این عدد هشت. و اینجا چند ستاره است؟ نو ستاره است. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. تا نو رو یاد گرفتیم دیگه. سعیز نشتام که اینالی از نو پیش میریم. من اعداد باقی را براتان میگم بعد از نو. سعی کنین شاگردای نازنین در اینجا با شما حساب کنین. خب سعی کنین تا 20 یاد بگیرین. نو بعد از نو ده، یازده، دوازده، نه از پشت من تکرار کنین، ده، یازده، دوازده، سیزده، چارده، پانزده، شانزده، عبده، اجده، نوزده. تا همین نوزده رو یاد بگیرین. صحیح شد؟ ده، یازده، دوازده، سیزده، چارده، پانزده، شانزده، عبده، اجده، نوزده. این باز در خانم که تزیز ساب کنین. یک دفعه ما باز هم ساب بکنیم. سعی کن ای یک، ای دو، ای سه، ای چار، ای پنج، ای شش، ای هفت، ای هشت، ای نو، ای ده، ای یازده، دوازده، سیزده، چارده، پانزده، شانزده، عبده، اجده، نوزده. تا این نمی نوزده را یاد بگیرین. صحیح شد؟ امروز تنها خواندنش یاد بگیرین. باز نشتیش دیگر روز براتان میکنم. خب آلیت خواندنش یاد میگیرین. خانه که رفتین از یک می، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده عبده اجده نوزده. درست شد انشالله؟ تو بگی هستی جان یک دفعه آروی جان بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده عبده اجده نوزده بیست.
چه تیک از تیجانم بخونه؟ یک دو سی چار پنج شش تش نو ده یسته دوسته سیزده چارده پانده شانده عبده عشده نسته بس تشکر دختر گلم شاگرد نازنین ما آفرین مضمون ریاضی ما تا نزده را در خانه میخوانین سعیست روز دیگه سر نشتهش گپ میزنیم بسیار آسانک است میاییم سر مضمون دینیات ما مضمون چی؟ دینیات وای نام خدا چقدر شاگرده های با حوصله هستین هر چقدر زیاد حوصله داشته باشه شما اونه مقه ثواب میبرین فهمیدین؟ خیر ببینین خیر ببینین خب میاییم در سعی کنین ما و شما یکی گفته بودیم بندی کیستی؟ الله امت کیستی؟ امت محمد رسول الله دوستداری کیستی؟ دینت چیست؟ اسلام کتابت چیست؟ کتاب قرآن کریم قرآن کریم کلمیت چیست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله و چهار یار پیامبر هم نام میگرفتیم ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر درست شد انشالله اینالی امروز پنج بنای اسلام هم میخوانیم چی را میخوانیم؟ پنج بنای اسلام بر پنج بنا استوار است بر چند بنا؟ در اسلام پنج بنا داریم اول کلمه از کنمو که ما شما خواندیم اول که میخواید آدم مسلمان شوه کلمه را باید یاد بگیره چی را؟ کلمه را اما کلمه نامش کلمه طیبه است خب اونم کلمه را یاد میگیریم دوم نماز اول کلمه دوم نماز باز نماز را بخیر میخوانیم کلان شدین نماز سر شما فرض میشه باز میخوانین سوم روزه باز کلان شدین روزه میگیرین یک ماه را خب چهارم زکات وقتی پول دار شدین بخیر درس خوندین پول پیدا کردین به دیگه زکات میشه استاد یعنی دست من پول ما را به فقیرا میدیم وی صدقی تو شوام زکاتی نمیست که پول خدا به فقیرا میدیم نصفش نه خب باز میگم برتان که چه قشم و شما زکات میدیم چلوم سیش زکات میدیم خب و پنجم حج است اونم خانه خدا کادم میره صحیح شد انشالله چند بنا اسلامی داریم؟ پنج بنا کدام کدام؟ کلمه، نماز، روزه، زکات، حج هر سر میگیم چند بنا اسلامی داریم هستی جان؟ پنج کدام؟ کلمه، نماز، روزه، زکات، حج صحیح؟ حج کبیر شریفه بخیر که درسای خود خواندیم باز کار کردیم پول پیدا کردیم باز بخیر میریم حج و خدا بسیار بر ما ثواب میده جانم وای که تا بگی نشته تا آلی چرا نشته میکنی تو دستم نشته نکو بارده این آلی سم خلاص شد نشته خب بخاطری که دستم که نشته کنی گپ رو دوستاز گوش کده نمیتانی آفرین آلی بار قلم اکتبان وقت است میفهم زیاد زامت کش هستی از دی قدمشته سرعت داره تا مگر یک سفره پر کرده خب بازی نقص چیز که فکرش میمونه ما یک اکتبان گپ نمیزنیم خب پنج بنا اسلام فامیدیم تو با نستی جان فامید استی جان اسلام چند بنا داره؟ پنج تو بخوان آفرین کدام کدام؟ اول کلمه آفرین تو مایی که بگی از سر این فوق شد سنفی که کایتان بشنم که یستی چه قنای قصده اسلام چند بنا داره استی جا؟ پنج کدام کدام؟ اول زکات اول کلمه اول کلمه دوم نماز سوم روزه چهارم زکات پنجم حج وی نام خدا نام خدا استی جان هم پنج سال است هم پنج بنای اسلام یاد داره میاییم سر مضمون افز ما صحیح است؟ خب ترانه اگه که تو بگی استی جان آروی جان بخوان آروی جان بخوان بسم الله الرحمن الرحیم ترانه استاد استاد مهربانم ای دوست عرض جانم باشم به خدمت تو تا زنده در جهانم از راه دینی از ما از احمد و از قرآن درسی که دادی بر من بازم خدل بخوانم تاریک بود دماغم خاموش بود چراغم از نور دانش تو روشن چه در روانم استی جان تو بخوان بسم الله الرحمن الرحیم ترانه استاد استاد مهربانم دوست عزیز جانم باشم به خدمت تو تا زنده در جهانم با لطف مهربانی با سچری زبانی الفاظ خوب و دل کس بذاشتی در دهانم از راه دینی هستم از احمد و ذکرا دستی که دادی بر من دوازم که دل بخوانم تاریک بود تاریک دماغم. بود دماغم خاموش بود چراغم
خاموش بود چراغ. از نور دانشی تو؟ از نور دانشی تو روشن شده روان. آفرین. یک ای ترانه یک زرگه که ترانه مشکل بود ما انتخاب کردیم. ما خود معلم صنف اول نو شدیم دیگه، یک خوب یاد ندارم معلمی را. خو خیر بخیر دیگه ترانه که باز آسان آسان خوی لایق میسازی تا نه اینا لیره کلش هم میخونه باز یک تاش نوا میاد میگیریم. سعیست استاد مهربانم ای دوست طرز جانم، باشم بخدمتی تو تا زنده در جهانم، با لطف و مهربانی با صد شیرین زبانی، الفاظ خوب و دلکش بنهادی در دهانم، از راه دین یزدان از احمد و ز قرآن، درسی که دادی بر من با ذوق دل بخوانم، تاریک بود دماغم خاموش بود چراغم، از نور دانش تو روشن شده روانم. اینجرا گوش کنین. من زار و خسته بودم با جهل بسته بودم، خود را ز فیض علمت از جهل میرهانم. تکرار کنین. من زار و خسته بودم با جهل بسته بودم، خود را ز فیض علمت از جهل میرهانم. تکرار. من زار و خسته بودم با جهل بسته بودم، خود را ز فیض علمت از جهل میرهانم. من زار و خسته بودم با جهل بسته بودم، خود را ز فیض علمت از جهل میرهانم. من زار و خسته بودم با جهل بسته بودم، خود را ز فیض علمت از جهل میرهانم. آفرینی رو هم که یاد گرفتین بخیر تا آخره باز یک جایزه برتان میتا. میایم سر مضمون رسم. سر چی؟ رسم. ما و شما رسم ستاره رو یاد گرفتیم، مالی رسم انا رو برتان یاد میتام. خب سایکو شاگردای نازم اول یک دایره میکشیم در ریاضی نمی گرده بنام چی یاد میکنیم؟ دایره. باز دایره که کشیدیم در اینتی یک چیزی رسم میکنیم، میبینه اینتی یک خطک. صحیح شد؟ بازی خطک که رسم کردیم، این خطک که رسم کردیم، این خط وسط چی میکنیم؟ پاک میکنیم. خط وسطش پاک میکنیم. که پاک کردیم، اینی جه تا سه تا دندانگک میتیم. سه تا دندانگک میتیم. اینی جه اینو تو کمک ایره تو میسازیم، این خط وسط باز چی میکنیم؟ پاک میکنیم. انارک ما جور میشه و رنگامیزی میکنیم. صحیح شد؟ این امیر یک دفعه ما و شما رسم میکنیم. شاگردای مقبول ما یک رسم انار ما و شما یاد میگیریم. آفرین. رسم چی رو یاد میگیریم؟ انار. رسم انار رو یاد میگیریم. نام خدا. خب شاگردای نازنین مال ما و شما یک انار رسم میکنیم. چی رسم میکنیم؟ انار. انار. اول یک تا دایره رسم میکنیم. چی؟ دایره. شما روز دیگه یک تحفه براتون میارم که امی بکس هندسی باشه که بتانین دایره را رسم کنین در اوخو، او خودش جای دایره می داشته باشه، یا کت نقاله دایره رسم میکنین. آلی مکدستیم یک دایره رسم میکنم. اول یک دایره رسم میکنیم. چی رسم میکنیم؟ دایره. وای نام خدا. دایره ما که رسم شد شاگردای نازنینم، دایره که رسم شد اینالی اینینجا اتو یک چیز رسم میکنیم. سعی کنیم متوجه شدین. ایره باز پسان یاد میگیریم یک پنجزولی رسم کردیم. چی؟ پنجزولی. پنجزولی. اینی خطک وسط پاک میکنیم باز. چی میکنیم؟ پاک. ایره شما اتمن باز در خانه تکرار کنین. خب اینه دیدی ای جگه که چی کدم؟ پاک. پاک کدم. آفرین. ایره پاک کدم. خب ایره پاک کدم. آلی چی میکنیم شاگردای نازنینم؟ آلی اینینجا اینجا اتو دندانگک میتیم. چی؟ دندانگک. دندانگک رسم میکنیم. خب دندانگک رسم میکنیم. کی تاجک انارشه اینجا یک از پیش ما تو خط خورد و پس پنسل پاک خودم میگیریم، پس پنسل پاک میگیریم، اینجا چی میکنیم؟ پاک. پاک میکنیم. درست شد؟ خیر بینید شاگردای نازنینم، اینجا اگه کام یک کمک چی میکنیم؟ تغییر میاریم. اینی را اینو تو گک
خوی رنگ ماسیا شد پس رنگ سرخ میگیرم. اینه تو گگ میسازیم اوجران پس پاک میکنیم. پس چی میکنیم؟ پاک. این جایی که از پیش ما رنگ پر میشه او را پاک میکنیم. شما دیگه پنسل پاک دارین در خونه؟ اینه تو ای چی میشه؟ پاک میشه. خیر میبینین. اینالی باقی را چی میکنیم؟ رنگ آمیزی میکنیم. چی میکنیم؟ رنگ آمیزی میکنیم. داخل از این رنگ سرخ پر میکنیم. آفرین. رنگ چی؟ سرخ. رنگ انار چی رنگ است؟ سرخ. براتون گفته بودم در رنگ آمیزی گدوات کار نکنین تو به ترتیب سیست؟ با خطوط موازی که دستتون بلد شوه. درست است؟ میبینی؟ خیلی ببینی شما به ترتیب رنگ‌آمیزی خود انجام میدیم. خطوط موازی دست خود به یک ترتیب حرکت داده میریم که دست ما در نظم بلد شوه. در نظم چی شوه؟ بلد شوه. آفرین. خوش آگر در قند من قواره انار کشید؟ مثل انار معلوم میشه؟ بله. فامیده میشه کی یک انار است؟ بله. وای نام خدا که فامیده میشه کی یک انار استه. چه قشماش آگر دای خوب استه. اینمی رسم انار شما در خانه کار میکنین. خب؟ این جایی که سفید مانده کلشه سرخ میسازم براتان. چی یک انار سرخی براتان جور کردم؟ فامیده؟ استاد یک بگویم بگو. مثل انارای سرخ تامت ترش. خب مثل انارای سرخ ترش آمد. زیاد کم سرخ می باشد ترش می باشد نه؟ وای سا شاگردای قدول من انارای ترش باز می فهمین انارای خوبیش در کدام ولایت می باشد؟ در قندار. در کجا؟ اینم تا انارای سرخ می داشته باشه. خب اینجا گک شب سرخ می کنیم. صحیح؟ اینه یک انارک رسم کردیم. باز شما تمرین کرده برید که زیاد یاد بگیریم. درست است؟ اما پس مراحلش از سر برتون میارم. شما دقت کنیم. یک دایره میکشیم. سعیز. اینجا یک پنجزولی میتیم. بازی خطک وسط پاک میکنیم. سعیز. بازی جایی تو سه دندانه گک میتیم. درست است که دندانای انار ما جور شود. بعدشم رنگ آمیزی میکنیم. تنها اینجا این رنگ کت قلم سیاه رسم میکردیم خوبتر بود. کت قلم سیاه خطایش میکشیدیم باز رنگ شکت سرخ میگرفتیم. سعیز؟ خطای شکت سیاه میکشیدیم. از سر یک انار برتان رسم میکنیم. دقت کنیم. یک دایره اول میگیریم. درست است؟ باز یک پنجزولی میگیریم. استی جان متوجهی؟ استی نازنین ما متوجهی؟ سعیز؟ ببینید اینجا را گوش کنید. اینجا پس پاک میکنم. اینجا این خطک پاک میکنم. این خطک پاک میکنم. اینجا استاد تو خط وسطی را پاک. خب خط وسطی را پاک میکنم. سعیز اینجا اینا تو بکشیم. سعیز؟ خیلی ببینیم. اینا لیم خط وسطی رو پاک میکنیم. خط وسطی رو پاک میکنیم. درست است؟ خط وسطی رو پاک کردیم. این جایی که پاک شده و پس روشنش میکنم. صحیح است؟ خب. اینا لی باقی دیگه رنگامیزی میکنم. صحیح است؟ رنگامیزی کنم. این دفعه اینمی سرخی که در اینجا بیاد. این بسیار انار مقبول میشه. من چون نمیخوام وقت شما ضایع شود دیگه است
از رنگ آمیزی فعلا جلوگیری میکنم. شما در خانه باز به خیر رنگ کنین. خوش شاگردای نازنینم، میرسیم سر مضمون چی؟ قصه. مضمون آخر ما مضمون قصه است. یک قصه اگر که مقبول برتان انتخاب کردیم شاگردای مقبول ما، گوش کنین. بود نبود یک باغ بود، بود نبود زیر آسمان کبود، یک تا باغ بود. چی بود؟ باغ. در این باغ، باغ انار بود. باغ چی بود؟ انار. این درخت انار گلک ها گرفته بود. چی گرفته بود؟ گلک ها. این درخت انار سوال گل میگیره، گلش باز به انارک های خورد خورد، بازی انارک ها کلان میشه. در بین از این باغ دو تا انار ها رفیقا بودن. دو تا انار ها چی بودن؟ رفیقا بودن. اینی دو تا انار. ای دگاه از ای که بود اینا درس نمیخوندن. ای دو انا میگفت درس خوب چیز است. اینا میگفت درس خوب چیز نیست، تلویزیون دیدن خوب چیز است. فهمیدین؟ ای دو انار میگفت نه صاحب درس خوب چیز است. اینا میگفت درس میخونیم. شله بود ما را خدا میسون فستاد جمشید ببرید که درس میخونیم. ای دو تا میگفت به ای باغبان. ای دگاه میگفت ما تلویزیون میبینیم. اینا کل وقت خود در تلویزیون زایی کردن. اینا زیاد تلویزیون نمیدیدن، زیاد درس میخوندن. خب اینال در نتیجه ای چی شد؟ این دو تا انارک اوارا کل عمر باغبان چین. این دو تا انار که طرفدار درس بود اینا را نچند. یا می جمان چون این باغبانم خوش کرد گفت آفرین شما در صنف استاد جمشید میرین. گفت ها گفت صحیح خیر شما در صنف استاد جمشید میبریم. دیگار چین، دیگار چین کلشون سرایشون برید. حلالشون شما درس نمیخونیم، وقت تانه در تلویزیون رایی میکنیم. استاد جا بگو این قسم انارا ترش میباشه. خب اینه این انارا را برید. خب یا درس نمیخون ترش بودن ترش. او دو تا که درس میخون شیری متوجه شدی. یا را گفت هلا یا را دانه کنین دانایشان هلا کل دانایشان را گرفتنه. گفت شما چرا درس نمیخونیم؟ وقتان در تلویزیون زایی میکنیست که انار آره ای دانایی شنه. بازی ها گفتن خیر ما دیگه توبه میکشیم درس میخوانیم. این جلامی چی شد؟ قل بره. گفت ما دوست میداشته باشیم درسه. ما گفت دیگه درسه؟ دوست میداشته باشیم. ما دیگه درس های خودم میخوانیم. ما دیگه زیاد تلویزیون نمیبینیم. در نتیجه او نه یا پس پشیمان شدن پیش امید دو تا رفیقکایی که درس خوان بود سکه چقه یا کلان شدن پیش امین آمدن درس خواندن. گفت مارم دستان فرستاد جمشید ببر. گفت خوک تو درس میخونی دستان فرستاد جمشید تو رو بره. گفت آ دستان فرستاد جمشید. گفت خیر یک مجیک میکنیم جادو انتر منتر چوف بیاین دستان فرستاد جمشید. اه نه یانار اه این دو تا بیادرکا در صنف استاد جمشید آمدن. ایره بکی گفت گفت ما بر آروی و هستی. این بی بی آروی یستو بی بی استو یست بی بی استی که کم یستو. انار فایده داره، بسیار میوه خوب است. خب میوه بخورین در خانه، میوه هر روز بخورین اگه بود در خانه. استاد میوه صحتمند ما میکنه. میوه صحتمند ما میسا هستی جان. میگه میوه چی فایده میکنه تو هم بگو بچیم. میوه مرا درس خوان میکنه. هستی هر چیز یک دفعه از ذهن خود یک چیز نو میگه. این بسیار دختر لایق است. آفرین. یکی خود زیاد نشته میکنیم تا شور بخوری یک کتاب چرا پر کده. آفرین. دگه اینی انارک ها درس خوان. تو از چی نتیجه میگیری یاروی جان؟ یاد گرفتیم که زیاد تلویزیون نبینیم درسای خدا یاد بشه. آفرین. تو بتی هستی جان چی میگه؟ هستی جان از این قصه تو چی یاد گرفتی؟ باید وقت کار خانگی ماره کنیم. باید وقت خواب شویم. باید چی اگر زیاد تلویزیون نبینیم. آی نام خدا اینه میاره کل از یکی سیاد گرفتی دختر من. دیگه زیاد دوستان دارم در سایم روز یاد گرفتی سن خوشتان میایه. میگه تو بستازت کدام توفا آوردی اروی جان؟ اوه آروی بر من یک توفا آورده. نام خدا اروی جان، آروین نازنین بوری توفر باز دخانه آواز میکنم. سعیز تشکر دخترم، تشکر. ما هم براتان توفه اگه که گرفتیم باز بخیر. اینه او یک دفعه الف بیای چسب داره که براتان دادم. بازی رقمی هم براتان الف بی گرفتیم، بسیار مقبول است. خب بازی رو هم بر شما میتونم. ما تفلک هم جایزه گرفتیم. والدین گرامی روی تفلک هایتان که در سار تقیب میتونه ببوسین بخیر که باز
این صنفا را تکمیل کردم. صنفای پایین تر از صنف اولم شروع میکنم. انتقاداتتان حتما به دو دیده میپذیریم، کمبودی ها است، ولی کل سلاید هم با وجود این درس هایی را که مصرف میکنم در جوش مصروفیت هایم است. شفاخانه داری است، معاینه خانه داری است، سمینار ها است، درس های صنف های بالا است، بیشتر می سلاید ها را هم جور میکنم، کمبودی های خود داره، ولی ما همیشه کوشش کردیم قدم های لرزان یک کار نو شروع را بانم، باز دیگر ها برشان انگیزه میشه، شروع میکنن، آیست آیست خوب میشه. ولی فعلا اطفال افغانستان هیچ نوع منبی درسی نداره، سرگردان در نت در پشت کارتونی و چیزای بیهوده هستن و خراب میشن. میفهمم که شاید بگیم چند مضمون در یک ساعت درسی سر طفلا فشار میانه، بان این که مقاوم شوند، از نازدانگی براین حوصله مند شوند. شما بر طفلا بگیم که خستگی را به رسمیت نشناسند. ما افغان ها کل عمر علک خسته شدم، علک کار زیاد شد، علک تفریح کجاست، علک کنسرت کجاست، از این چیزها یک ذره بگذاریم. وطن یک فداکاری کار داره، باید بر وطن خسته شویم، باید بر وطن عرق بریزیم، باید بر آبادیش تلاش کنیم. خوش آگردای نازنینیم، بسیار زیاد دوستتان دارم. بیا هستی جان، هستی که دست چپ یک سفر پوره کرد، بیا یک از سنفیایتان یک خداحافظی کنین، یک بای بای کنین، درس بس از دگه در خانه خود درسایتان تکرار کرده میرین دگه، زیاد درس بخونین، خب بگیرین یک بای بای کنین، خداحافظ. تفرقای نازنین.